سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری توی پریمیر خودمون و تصویرمون رو توی دایره‌ای به این شکل قرار بدیم. به به، آفرین. حسن هستم، به کانال آکادمی من و پلیلیست پریمیر حرفه‌ای خیلی خوش اومدین. من تو این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم بهت یاد میدم تا با یه تدوینگر حرفه‌ای تبدیل بشی. حتما این افکت رو توی ویدیوهای خودم یا ویدیوهای آموزشی دیدی که یه نفر داره در مورد یه موضوعی صحبت میکنه و تصویر خودش هم یه گوشه ای از اون ویدیو هست و شما میتونید دوتا تصویر رو با هم دیگه ببینید. خیلی از گیمران برای استریماشون یا ریاکشناشون از این افکت استفاده میکنن و حتما هر تدوینگری بعد اونو بلد باشه. از خیلی سریع بریم و استارت کار رو با همدیگه بزنیم. خب همطور که میبینی الان من توی تایملاینم دوتا ویدیو دارم. یه ویدیوی حالت آموزشی هست که میخوام بکگراند کارم باشه و یکی هم ویدیوی خودم هست که دارم صحبت میکنم و میخوام به صورت دایره شکل رو ویدیوی اولمون قرار بگیره. توی مرحله اول بعد این ویدیو دوم که خودمون هستیم و من یه لاین ببرم بالاتر و اونو دقیقا بالای ویدیو اولمون قرارش بدم. و خیلی باید دقت کنید که دقیقا ویدیوهاتون روی همدیگه قرار بگیره. حالا تو ویدیوهای طولانی تر از این ویو فرمای صدا هم میتونین استفاده کنین که دقیقا ویدیوهاتون روی همدیگه قرار گرفته باشه. همونطور که می‌بینید الان وقتی من نشانگرمونم آوردم اینجا دیگه الان فقط ویدیوهای خودم معلومه چون لایه بالایی قرار داره و دیگه اون حالت بک‌گراندمون توی تصویر مشخص نیستش. توی مرحله بعدی تنها کاری که باید انجام بدیم از پنجره افکتسمون افکت سیرکل رو سرچ می‌کنیم و با یه درگ ساده اون رو روی ویدیویی که خودمون قرار داریم می‌اندازیم. و همونطور که مشاهده میکنید الان تصویر بک‌گراندمون مشخص شد و تصویر خودمون رو به صورت یه دایره سفید رنگ اینجا قرار داد. و حالا به راحتی از پنجره افکت کنترل این افکت سیرکل رو داریم و اولین کاری که باید انجام بدیم بلندینگ موندمون رو از این حالت نئون روی استیل آلفا میذاریم تا اینجا تصویر خودمون رو نشون بده. اینجا موردهای دیگه ای هم داره، ردیوس هست که اگه من اونو زیاد کنم همونطور که میبینین دایرمون بزرگتر میشه، حالا من مشخصتر میشم و از بخش سنتر هم میتونیم اونو جابجا کنیم و دقیق روی صورتمون قرار بدیم. یه جورایی ردیوسمون کار این اسکیل رو میکنه و سنترمون کار پوزیشن رو میکنه، اما تفاوتش اینه که اگه من ردیوسمون رو زیاد کنم همونطور که میبینین دور تصویرم داره بیشتر نشون داده میشه و حالا میتونم اونو تغییرش بدم، ولی اگه اسکیلمون رو من بزرگ کنم همون سایز دایره رو داره برای من بزرگ میکنه و دور کارم دیگه اضافه نمیشه. حالا مثلا من اینجا میتونم یه ذره دور کارم بزرگتر کنم، از قسمت سنتر اونو میتونم بیارم پایینتر تا کلن دستم معلوم باشه. میتونم این کار رو انجام بدم، یکم میارم مجدد پایینتر و حالا از این اسکیل میتونم کوچیکش کنم و از قسمت پوزیشنم میتونم الان جاشو به راحتی تغییر بدم و اونو بیارم بالا قرارش بدم. یه نکته ای که باید بهش دقت کنی اینجا تصویرمونو من خیلی آوردم پایین، اینجا قسمت پایینه ویدیوی اصلیمون هست و دیگه به صورت دایره اونو نتونست برای من در بیاره. حالا از قسمت سنترمون من اونو یکم میبرم بالاتر تا این حالت دایرهمون کاملا درست بشه. حالا میتونم اسکیلش هم یکم کوچیکتر یا بزرگتر کنم و بر اساس پروژه‌تون میتونین این افکت رو اینجا به راحتی اعمال کنین. اگه روی این سنترمون هم بزنیم همونطور که میبینین یه حالت مثبتی اینجا میاد و به راحتی میتونیم این قسمت رو جابجا کنیم و حالا هر جایی که خواستیم اون رو قرار بدیم. اگه روی پوزیشن هم میزدیم اگه یادتون باشه به راحتی میتونستیم ویدیومون رو حالا از اینجا جابجا کنیم که کار خیلی راحت‌تری. خب تا اینجا ما این افکت رو به راحتی انجام دادیم و برای اینکه کارمون خیلی حرفه‌ای‌تر و قشنگ‌تر و بهترم بشه میتونیم یه دونه دایره رنگی رنگ پشت این ویدیومون بذاریم، مثلا یه دایره سفید که مشخص‌تر باشه یا یه حالت سایه‌ای هم بهش بدیم که کارمون خیلی حرفه‌ای‌تر بشه. برای اینکه اون دایره رنگی حالا سفید رنگی که بهتون گفتم پشت این ویدیومون بخوایم قرار بدیم بعد افکت پینت باکت یا سطل رنگو سرچ می‌کنیم. و بعدش این افکت رو با یه درگ ساده روی ویدیو دوممون قرار میدیم که به این صورت در میاد. حالا از پنجره افکت کنترلزمون اولین کاری که میکنیم فیل سلکتور رو میریم روی حالت آلفا چنل قرار میدیم.
و بعدم این استروکمون رو میبریم روی حالت استروک قرارش میدیم. همونطور که میبینی الان تصویرمون یه حاشیه قرمز رنگ داره و من اگه یه ذره برم پایین تر از اینجا میتونم رنگش رو تغییر بدم، مثلا اون رو روی حالت سفید قرار بدم و از این استروک بیتمون میتونم اون رو حالا بزرگتر و کوچیکترش کنم. اگه اینو ببرم سمت راست، همونطور که میبینی حالت دایره سفید رنگمون داره بزرگتر میشه و میتونم هر مقداری که دوست داشتم اونو قرار بدم. و بازم برای اینکه کارمون رو جذابتر و حرفه‌ای تر کنیم، از پنجره افکسمون افکت دراپ شادو رو سرچ میکنیم. وقتی این افکتمون رو با یه درگ ساده روی ویدیومون قرار بدیم، یه حالت سایه‌ای به کارمون میده و کارمون رو خیلی حرفه‌ای تر و قشنگ‌تر میکنه. من حالا اینجا یه مقداری زوم میکنم تا شما بهتر بتونید تصویرمون رو ببینید. یکم کارمون رو میارم بالاتر و همونطور که میبینید الان به قشنگی حاله سایه اینجا برامون قرار داده. و از پنجره افکت کنترل هم به راحتی میتونیم تنظیمات اینم تغییر بدیم. این دراپ شادومون هست و اینجا یه سری امکاناتی بهمون میده. مثلا میتونم اپاسیتیش رو روی 100% بذارم تا این سایه‌مون مشخص تر بشه. از دایرکشنمون میتونیم زاویه این نورمون حالا تغییر بدیم. اگه کمش کنم میره این سمت الان سایه‌مون رو، میتونیم هر جایی که خواستیم قرارش بدیم. مورد بعدیمون دیستنس یا فاصلهش هست که هرچی من اونو بیشتر کنم میبینیم که اون حالت سایه رو از اون دایرمون داره فاصله میده. میتونیم حالا خیلی هم دیگه زیادش نکنیم تا غیر طبیعی نشه. و از این سافتنس هم میتونیم مقدار نرمیش رو کم و زیاد کنیم. همونطور که میاد یه نرمی خاصی دوره این سایه‌مون داد که خیلی حالت قشنگتر و جذابتری پیدا کرد. از این قسمت هم حالا میتونین رنگش رو تغییر بدین. اگه مثلا بک‌گراندتون خیلی تیره بود میتونین حالت خاکستری یا حالا رنگای دیگه ای بر اساس پروژهتون میتونین اینجا قرار بدین و کارتون رو خیلی طبیعی تر و قشنگتر بکنین. حالا من زوم تصویرمون رو میارم روی حالت فیت قرار میدم. و یه نکته دیگه ای هم حالا بهتون بگم که شاید اینم به کارتون بیاد، چون من معمولا خودم توی ویدیوام استفاده میکنم. میرم افکت سیرکلمون رو پیدا میکنم و اینجا میخوام یه کاری انجام بدم که من خودم توی ویدیوام خیلی انجام میدم و گفتم اینجا به شما بگم. من میخوام مثلا از اینجای ویدیومون حالت دایره شکلمون ایجاد بشه، یعنی از اینجا به قبلش تصویرم کامل باشه و اینجا یه دفعه تصویرم به شکل دایره شکل در بیاد. برای این کار بعد این تایمرهای سنتر و رادیوس رو من روشن کنم. از قسمت بالا هم میرم پوزیشن اسکیلمون هم که تغییر داده بودیم روشن میکنم. حالا یه مقداری میام عقبتر و اینجا رادیوسمون رو بالا میبرم تا کامل این حالت دایره شکلمون خارج بشه و پوزیشن اسکیلمون هم ریست میکنم. همطور که میدن الان ویدیومون به صورت کامل هست و اگه من جلوتر برم میبینیم که به شکل دایره شکل اینجا درست میشه. میام روی کی فریم قبلیمون قرار میگیرم و یه افکت صوتی هم مثلا میتونیم اینجا بذاریم که کارمون خیلی جذابتر بشه. وقتی از این حالت کامل به صورت دایره شکل میده این افکت صوتیمون هم پخش بشه. حتما حواستون باشه صداهاتون هم یکیشو حتما میوت یا دیلیت کنین و میتونیم بریم کارمون رو الان ببینیم به چه شکلی در اومد. قابلیت های لاکستار خیلی زیاد هستش و الان هر جوری که خواستین میتونین صفحه قفلتون رو درست کنین و یه آزادی عمل خیلی زیادی بهتون میده. میتونین ویژت ها و برنامه های خیلی مختلفی بهش اضافه کنین و این تازه شروع کارمونه. بسیار عالی. همونطور که می‌بینی افکت رو به بهترین شکل و حرفه‌ای‌ترین حالتی که میشد من براتون توضیح دادم. خب اینم از این افکتی که با هم دیگه درستش کردیم و من سعی کردم همه مواردی که بود، حالا مثل اون دایره سفید رنگی که پشت کارمون انداختیم یا اون حالت سایه یا شادویی که کارمون رو خیلی حرفه‌ای‌ترم کرد، بهتون یاد بدم تا همه مواردش رو یاد گرفته باشین. اگر از این ویدیو من خوشت اومده حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن تا از ویدیوهای بعدی که میذارم هم عقب نیفتی. حتما اون لایک هم برام بزن و اگه دوست داری و دوستی داری که به پریمیرم علاقه داره حتما این ویدیو منو براش بفرست. این ویدیو آموزشیمونم دیگه طولانیش نمی کنم تا ویدیوی آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.